افزایش حملات هوایی روسیه و اوکراین علیه مواضع یکدیگر. رسانه ها گزارش دادند حملات متقابل روسیه و اوکراین در روز یکشنبه 5 فروردین شدت یافته است. این حملات یک روز پس از آن انجام گرفتند که روسیه روستای ایوانویسک را در غرب شهر باخموت اوکراین به تصرف خود درآورد. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، پایتخت اوکراین روز یکشنبه در پیام‌رسان تلگرام از وقوع چندین انفجار در این شهر خبر داد و ساکنان کیف خواست از پناهگاه‌ها خارج نشوند. کلیچکو افزود سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین برای مقابله با حملات هوایی روسیه در حال فعالیت هستند. پیشتر آژیر هشدار حملات موشکی در سراسر اوکراین به گوش رسیده بود. یک مقام محلی کیف تایید کرد موشک‌ها به صورت گروهی این شهر را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌های اولیه کسی در این حمله آسیب ندید و ارتش اوکراین ده‌ها موشک کروز روسیه را رهگیری و ساقط کرد. برژد برینک سفیر ایالات متحده در کیف با اشاره به افزایش حملات هوایی مسکو علیه اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت روسیه بدون در نظر گرفتن میلیون‌ها غیر نظامی به پرتاب بی‌رویه پهپادها و موشک‌ها ادامه می‌دهد و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. ماکسیم کوزیتسکی فرماندار لویو هم گفت شهر استری در غرب اوکراین هدف حمله روسیه قرار گرفت. این شهر در نزدیکی مرز لهستان واقع است. وزارت خارجه لهستان روز یکشنبه اعلام کرد یکی از موشک‌های روسیه حریم هوایی لهستان را نقض کرده است. ورشو خواستار توضیح مسکو در خصوص این رویداد شده است. پاول ورونسکی وزیر خارجه لهستان در بیانیه‌ای از روسیه خواست حملات هوایی تروریستی خود را علیه مردم و کشور اوکراین متوقف و بر مشکلات داخلی خود تمرکز کند. آندره سادووی شهردار لویو هم از شلیک حدود 20 موشک و 7 پهباد شاهد ساخت ایران به سوی این شهر خبر داد. به گفته این مقام اوکراینی زیرساخت‌های حیاتی لویو در این حملات آسیب دیدند. جمهوری اسلامی از متحدان اصلی مسکو متهم است که پهپادهای انتحاری شاهد 131 و شاهد 136 را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند. گراند شاپس وزیر دفاع بریتانیا روز 15 اسفند اعلام کرد بر اساس اطلاعات رسیده به لندن جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار داده است. خبرگزاری رویترز نوشت حملات روز یکشنبه روسیه علیه اوکراین در مجموع با 57 موشک و پهپاد صورت گرفتند. در سوی دیگر اوکراین 2 کشتی، 1 مرکز ارتباطات و دیگر زیرساخت‌های متعلق به ناوگان روسیه را در دریای سیاه هدف گرفت. این حمله در سواحل منطقه کریمه رخ داد. کریمه از سال 2014 به دست روسیه اشغال شده است. ارتش اوکراین پیش از این روز 15 اسفند به یک کشتی گشت‌زنی روسیه به نام سرگئی کوتوف در نزدیکی تنگه کرچ، محل اتصال دریای آزوف و دریای سیاه حمله و آن را غرق کرد.